به نام خدا. سلام، من الهام مروتی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مدرس و مشاور خانواده. خیلی خوشحالم که تو این دوره کنارتون هستم. تو این دوره قراره که با همدیگه مهارت‌های زندگی رو یاد بگیریم، مهارت‌هایی که نه تنها کمکمون میکنه الان توی این دوره یه سری مسائلمون رو حل بکنیم، کمک بکنه به اینکه بهتر بتونیم مسائلمون رو حل بکنیم، کیفیت زندگیمون رو بالاتر ببریم، بلکه تو دوره های بعدی زندگی، تو برهه های بعدی، تو هر کدوم از مراحل سخت زندگی به کمکمون میاد. برای اینکه بالاترین بازدهی رو داشته باشه، برای اینکه بالاترین یادگیری رو از این دوره داشته باشید، نیاز هستش که نکات این دوره رو یادداشت بکنید تا هم فراموش نکنید، هم بعداً تو موقعیت‌های بعدی بتونید ازشون استفاده بکنید. تو بخش اول قراره که در مورد خودشناسی صحبت بکنیم. اینکه ما کی هستیم، چی هستیم، کجا میریم و چطوری می‌خوایم تو مسیرمون حرکت بکنیم که بتونیم بهتر ارتباط برقرار بکنیم، بتونیم بهتر نیازهامون رو تامین بکنیم. و بالاترین هدفی که میتونم برای این دوره بهتون بگم اینه که چطوری به اون شادمانی اصیل برسیم. شادمانی اصیل میدونید یعنی چی؟ یعنی این که از لحظه لحظه زندگیمون، از لحظه لحظه انتخابهایی که داریم لذت ببریم، حتی اگر اشتباهه. اگر اشتباهه مسئولیتش رو میپذیریم و سعی میکنیم که اصلاحش بکنیم تا تو مسیر بتونیم مسئولانه تر و مؤثر تر رفتار بکنیم. در مسیر خودشناسی اولین قدمی که باید برداریم اینه که بفهمیم که ما کی هستیم. کی هستیم یعنی چی؟ یعنی شخصیت من چیه؟ یعنی اون کاراکتری که من باهاش ازش استفاده میکنم تو ارتباطم با دیگران، تو کارهایی که دارم انجام میدم، شخصیت چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ من اگر خودمو نشناسم نمیتونم ارتباط خوبی با دیگران برقرار بکنم، نمیتونم نیازهام رو خیلی خوب تأمین بکنم و در پایان نمیتونم موفق باشم، به اون چیزهایی که میخوام نمیتونم برسم. چی کار بکنم که به اون چیزهایی که میخوام، به اون آرزوهایی که دارم، به اون اهدافی که دارم برسم؟ اولین قدمش اینه که خودمو خوب بشناسم، بفهمم من چه ویژگی های شخصیتی دارم، من کجاها نقطه ضعف دارم، چی منو ناراحت میکنه، چی منو خوشحال میکنه و دلیل اونها چیه و چطوری از چه راهی میتونم کمک بکنم به خودم که اون نقاط ضعفم رو برطرف بکنم و اون نقاط قوتم رو تقویتشون بکنم. بخش شخصیت شناسی. شخصیت یعنی چی؟ تعریف شخصیت اینه که یه شیوه نسبتاً اختصاصی هر فرد برای ارتباط با محیط و واکنش نشان دادن به محیط. یعنی چی؟ یعنی اون شیوهی که برای هر کس منحصر به فرده و هر کس با اون شیوه به محیط واکنش نشون میده، به دیگران عکس العمل نشون میده و رفتار میکنه اینطوری تو محیط تا بتونه نیازش رو تأمین بکنه. هر کسی برای خودش یه شیوه ای داره، هر کسی برای خودش یه راهی داره که منو از دیگران متفاوت میکنه، متمایز میکنه. شخصیت آدم ها دو بخش داره، یه بخش ثابت که ژنتیکه و قابل تغییر نیست. ما این بخش رو نمیتونیم تغییر بدیم، نمیتونیم هیچ کاری روش انجام بدیم، فقط میتونیم بشناسیمش برای اینکه بتونیم تو رفتارهامون، توی کارهامون، توی تصمیماتی که میگیریم این مد نظرمون باشه که بر اساس این فقط میتونیم کاری انجام بدیم، بر اساس این اگر عمل کردیم میتونیم به موفقیت برسیم. اون بخش ثابت شخصیت چیه؟ اسمش نیازهاست. نیازها یعنی همون انگیزه‌ای که هر روز ما رو وادار میکنه تا یه کاری انجام بدیم براش، و این بخش رو فقط ما میتونیم بشناسیمش. بخش دوم شخصیت بخش متغیرشه، یعنی اون بخشیه که ما میتونیم روش یه کارهای انجام بدیم و تحت تأثیر یادگیری و محیطه، یعنی این که ما با یادگیری، با تلاش، با آموزش‌هایی که میبینیم، با
تربیتی که از محیط دریافت میکنیم میتونیم این بخش رو تغییرش بدیم، میتونیم این بخش رو بهبود ببخشیم. و یه بخش خیلی زیبایی داره این بخش متغیر شخصیت که اسمش بخش دنیای مطلوبه که امروز در موردش صحبت میکنیم و بیشتر میشناسیمش. خب حالا اون بخش ثابت شخصیت چیه؟ همون نیازهای ما، نیازهایی که از بدو تولد با ما متولد میشن تا پایان پیری همراه ما هستن، هیچ تغییری نمی کنن. فقط چیزی که تغییر میکنه توی این نیازها نوع تأمینشونه. یعنی ما تو کودکی یه طوری اون نیازهامونو تأمین میکنیم، نوجوان که میشیم یه طور دیگه ای، و همینطور که بزرگ میشیم تا زمان پیری مدل تأمین نیازهامون عوض میشه. فقط اینه که تغییر میکنه. ما میخوایم یاد بگیریم چطوری نیازهامونو تأمینش بکنیم که حالمون خوب باشه. توضیح نیازها رو میخوام با یه شعر شروع بکنم. شعری از استاد شفیعی کتکنی میگه: هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته میکاهم، زان که بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک، آنچه میخواهم نمیبینم و آنچه میبینم نمیخواهم. میدونید یعنی چی؟ معنی این شعر بخوام خیلی راحت براتون توضیح بدم اینه که همون روزایی که از خواب بیدار میشید حوصله که هیچ کاری رو ندارید، همون روزایی که میگیم از دنده چپ بیدار شدیم، همون روزایی که میگیم مودش نیستم، اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارم، این همون روزاست. همون روزایی که تا شب با بی‌حوصلگی میگذرونیم. بعد شب که نگاه به برنامه هامون میکنیم میبینیم یک عالمه برنامه رو از دست دادیم، به کارامون نرسیدیم، همه روی هم تلمبار شده، هم استرسمون بالا میره به خاطر اینکه کارامون عقب افتاده، همین که روز خوبی رو نگذروندیم، روز حال خوبی نداشتیم توی اون روز و دلیلش رو نمیدونیم. چون دلیلش رو نمیدونیم نتونستیم براش یه کاری انجام بدیم و همینطوری اون روز رو از دست دادیم، کلی ساعت گذشته، کلی برنامه عقب افتاده. ما قراره که اینو با هم دیگه یاد بگیریم که دلیل این حال بد ما چیه. اون روزی که میگم رو مودش نیستم درسته، ما یه روزایی هستش که رو مودش نیستیم، یه روزایی هستش که حالمون خوب نیست، اما یه دلیلی داره دیگه. اگر قرار باشه که با اون حال بد ادامه بدیم که همه یه روز رو از دست میدیم. و چه بسا خیلی ها هستن که نه فقط یک روز، یک عمرشون رو از دست میدن همینطوری، چون بلد نیستن، چون خودشون رو نمیشناسن، چون دلیل حال بدشون رو نمیدونن، چون نمیدونن باید براش چی کار بکنن تا ثانیه ثانیه زندگیشون رو لذت ببرن و ازش استفاده بکنن. حالا این نیازهای اساسی ما چیا هستن؟ ما 5 تا نیاز اساسی داریم که از بعد به تولد با ماست. چیا هستن؟ یکی نیاز به عشق و تعلق، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی، نیاز به تفریح و نیاز به بقا، که حالا دونه دونه اینها رو براتون توضیح میدم. نیاز اول نیاز به عشق و تعلق. عشق و تعلق یعنی چی؟ یعنی تعلق خاطر داشتن نسبت به آدم‌ها، یعنی همکاری و همراهی با آدم‌ها، یعنی صمیمیت، یعنی دوستی، مورد احترام بودن از طرف دیگران، دوست داشتن و دوست داشته شدن. الان میتونید بگید چقدر نیاز درون شما وجود داره؟ میتونید بگید چقدر احتیاج دارید به اینکه آدم‌ها کنارتون باشن؟ میتونید بگید در طول روز چقدر احتیاج دارید که با دیگران تعامل داشته باشید، ارتباط برقرار بکنید؟ اون زمانایی که حالمون بده یه روزایش مربوط میشه به اینکه ما نمیتونیم با دیگران ارتباط خوب برقرار بکنیم، با اون کسایی که دوستشون داریم، با اون کسایی که بهشون نیاز داریم، به بودنشون احتیاج داریم، نمیتونیم ارتباط خوب باشون برقرار بکنیم، حرف همو نمیفهمیم، یا من نمیتونم حرفمو درست به طرف مقابلم بفهمونم.
من بلد نیستم چطوری نیازم را بگم و چطوری نیازم را تأمین بکنم. یه کار درستی انجام نمیدم. یه رفتار مؤثر از خودم نشون نمیدم. رفتار مؤثر یعنی چی؟ من اینجا دوتا توضیح بدم در مورد رفتارهامون که تا آخر دوره این دوتا نکته رو همیشه یادتون باشه. اول اینکه رفتارهایی که انجام میدیم در جهت تأمین نیازهامونه، باید دوتا شرط داشته باشه. اول اینکه مؤثر باشه. یعنی چی مؤثر باشه؟ یعنی اینکه ما رو به نیازهامون نزدیک بکنه، ما رو به نیازهامون برسونه. اگر قرار باشه من رفتاری رو انجام بدم که منو از خواستم و از نیازم دور میکنه، خب اون رفتار غیر مؤثره. همون رفتاریه که باعث میشه نیاز من تأمین نشه و حال من هیچ وقت خوب نباشه. اینو میخوایم بشناسیم. اگر قرار رفتاری رو انجام بدید که نیازتون تأمین بشه، اون رفتاره شرط اولش اینه که مؤثر باشه. پس یه سوال از خودمون میپرسیم، آیا این رفتار منو به نیازم میرسونه، نیاز منو تأمین میکنه یا منو دور میکنه از خواستم؟ شرط دومش اینه که مسئولانه باشه. مسئولانه یعنی چی؟ یعنی مسئولیتش با خودم باشه. مسئولیت پیامد رفتارم با خودم باشه. یعنی هزینه‌ای برای دیگران نداشته باشه. نیاز مال منه و من مسئول تأمینش هستم. پس نباید هزینه‌ای برای دیگران داشته باشه. خودم باید تأمینش بکنم. پس دو تا شرط یادمون باشه. مؤثر باشه و مسئولانه. حالا تو ارتباطمون با دیگران که میخوایم نیاز به عشق و تعلقمون رو تأمین بکنیم، چقدر رفتارمون مؤثره؟ چقدر باعث میشه ما نیازمون تأمین بشه؟ فکر میکنید رفتارهایی که میکنید که ارتباطتون خراب میشه، رابطه هاتون به هم میریزه، فکر میکنید مؤثره؟ فکر میکنید اون لحظه اون انتخابهایی که دارید انتخابهای درستی بودن؟ اون روزایی که حالتون بد میشه، اون روزایی که نمیتونید با خانواده، با دوستانتون یا توی مدرسه، توی اجتماع ارتباط خوبی با افراد داشته باشید، فکر میکنید ایرادش از کجاست؟ دیگران مسئولشن یا نه شما نتونستید اون رفتار مؤثر رو از خودتون نشون بدید؟ شما نتونستید خواسته هاتون رو خیلی درست به طرف مقابلتون بفهمونید؟ و شرط دومی که مسئولانه، آیا من دارم نیاز به تعلق و عشقم رو تأمین میکنم؟ آیا مسئولانه است این رفتار من؟ هزینش پای خودمه؟ یا نه دارم برای دیگران هزینه درست میکنم؟ دارم به دیگران آسیب میزنم؟ من میخوام نیاز به عشق و تعلقم رو تأمین بکنم به هزینه دیگران، به هزینه آسیب رساندن به دیگران. اگر حالمون خوب نمیشه، اگر ارتباطاتمون به هم میخوره، دلیلش همین دوتا نکته است. این دوتا نکته رو رعایتش نکردیم که حالا قراره که یاد بگیریم چطوری رفتار مسئولانه از خودمون نشون بدیم. نیاز بعدی، نیاز به قدرت. به نظرتون یعنی چی نیاز به قدرت؟ قدرت یعنی چی؟ فکر میکنید قدرت یعنی که من نیاز دارم که روی دیگران تسلط داشته باشم؟ یعنی نیاز دارم که به دیگران حکمرانی بکنم، نظرات خودم رو تحمیل بکنم؟ خیلی‌ها فکر میکنن نیاز به قدرت یعنی این، و اون دوتا شرط رو چون رعایت نمیکنن، اتفاقا نیازشون رو همینطوری تأمین میکنن، اما روابطشون به هم میخوره. چرا؟ چون رفتارشون مؤثر و مسئولانه نیست. چون به جای این که فکر بکنن که اصلا قدرتشون رو چجوری میتونن تأمین بکنن، میرن سراغ تسلط روی دیگران، زورگویی به دیگران و سعی میکنن که نظرات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن. این نکته این نیاز به قدرته. حالا نیاز به قدرت چی است؟ یعنی نیاز به دیده شدن، یعنی موفق شدن، یعنی مهم بودن، یعنی پیروزی، یعنی مهارت داشتن. نیاز به قدرت یعنی همون حس ارزشمندی، یعنی حسی که من بعد از اینکه به یه پیروزی میرسم، بعد از اینکه یه کار درستی انجام میدم، اون حس ارزشمندی رو دریافتش میکنم، تأمینش میکنم.
اگر بلد باشیم که نیاز به قدرتمون رو چجوری تأمین بکنیم، میریم سراغ چیزهایی که منو به اون حس ارزشمندیه برسونه. عزت نفس منو ببره بالا. اون حس مهم بودنه، اون حس با ارزش بودنه رو در من تقویت بکنه. چجوری میتونم این نیازم رو تأمین بکنم؟ بگردم ببینم کدوم کاری رو خیلی خوب بلدم انجامش بدم. یه نفر خیلی خوب می نویسه، یه نفر خیلی خوب حرف می زنه، یه نفر خیلی خوب بلده به دیگران کمک بکنه، یه نفر خوب نقاشی می کشه. همه ما آدم ها یه سری توانمندی هایی داریم، یه سری کارهایی رو بلدیم که ما رو از دیگران متفاوت می کنه و ما بهتر از دیگران می تونیم اون انجامش بدیم و دیگران احتیاج دارن به این که ما اون کار رو براشون انجام بدیم. حالا بگردیم پیداش بکنیم چیه اون کاره که اون حس با ارزش بودنه رو در ما تقویت بکنه، که کمکمون بکنه که اون آدمهایی که دوست داریم ما رو ببینن، ببینن ما رو، اون حس مهم بودنه رو ما در خودمون تقویت بکنیم. برای تقویت این نیاز بریم سراغ مهارت‌هایی که دوستشون داریم و دلمون میخواد که یاد بگیریم و خیلی توشون استعداد داریم، خیلی راحت میتونیم یادشون بگیریم. با اونه که میتونیم این نیاز به قدرتمون رو تأمین بکنیم، به جای اینکه بریم سراغ رفتارهای غیر مؤثر، به جای اینکه بیایم دیگران رو کنترل بکنیم، به جای اینکه بخوایم نظراتمون رو به دیگران تحمیل بکنیم، بریم سراغ مهارت‌هایی که بلدیم یا میتونیم خیلی خوب یادشون بگیریم. ما استعدادش رو داریم، تواناییش رو داریم و میتونیم توی اون مهارت خبره بشیم، میتونیم اون مهارت رو خیلی خوب کسبش بکنیم. با این راه فقط که میتونیم نیاز به قدرتمون رو تأمین بکنیم. غیر از این اگر راه دیگه رو رفتیم، بدونید که این راه غیر مؤثره و شما رو به اون نیاز به قدرتتون نمیرسونه، تأمینش نمیکنه در شما. نیاز بعدی نیاز به تفریحه. تفریح یعنی چی؟ یعنی همون لحظه هایی که لذت میبرید، همون لحظه هایی که برای خودتون شادی درست میکنید، حالا یا برای خودتون یا برای دیگران، باعث میشه اون لحظه ها کنار همدیگه خوش بگذرونید، لذت ببرید، حس شادی رو تجربه بکنید. چیا هستن زیر شاخه های نیاز به تفریح؟ یعنی خنده و شوخی، یعنی بازی و لذت بردن، یعنی یادگیری، یعنی تغییر و تنوع. حالا یه نکته ای داره اینجا. چرا میگیم بازی و لذت بردن؟ دیدین بچه ها رو وقتی میخوان بهشون یه چیزی رو آموزش بدن، با بازی سرشون رو گرم میکنن و حین بازی بهشون آموزش ها رو میدن. تا حالا دیدید برای بچه ها بشینن صحبت بکنن تا بچه ها یاد بگیرن؟ اصلا بچه ها یاد میگیرن اونطوری؟ توی مهد کودک ها، توی پیشدبستانی به خصوص دیدین بچه ها رو با بازی سرگرم میکنن، یه سری وسایلی میریزن جلوشون، یا اینکه باید یه کار دستی درست بکنن و حین اون کارهایی که دارن انجام میدن یه چیزهایی رو یاد میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یادگیریمون حین بازی به بالاترین میزان خودش میرسه. یعنی ما اگر یادگیریمون رو همراه با بازی و لذت بکنیم، همراه با تفریح بکنیم، به بالاترین بازدهی دست پیدا میکنیم. حالا اگر میخواید که یه چیزی رو یاد بگیرید، کنارش یه تفریحی برای خودتون داشته باشید، لذت بخشش بکنید. مثلا دارید درس میخونید، درس خوندنتون رو هم لذت بخش بکنید، با نقاشیهایی که کنار دفترتون میکشید برای خودتون جذابش بکنید. نمیدونم، من این ایده بود بهتون دادم، شاید شما یه نظر دیگه ای داشته باشید. هر کسی خودش میدونه که چه جوری میتونه بازدهی یادگیریشو ببره بالا. خودتون باید بگردید پیداش بکنید. اما بدونید بالاترین درجه یادگیری زمانیه که شما دارید یه کاری رو انجام میدید که ازش لذت میبرید. از کجا بفهمیم که این مدل درس خوندن ما همراه با یادگیری و تفریحه؟ یعنی هم داریم تفریح میکنیم، هم داریم یاد میگیریم. اونجایی که وقتی یه کاری رو دارید انجام میدید، ساعتهای زیادی سرگرمش هستید و زمان رو فراموش میکنید، اصلا حواستون نیست به این که ای وای شب شد و من همچنان مشغول این کار بودم.
تا حالا پیدا کردید یه همچین تفریحی رو، یه همچین کاری رو برای خودتون تا حالا پیدا کردید، داشتید یه همچین تجربه ای رو؟ اونه که اون کاره که باعث میشه شما بالاترین بازدهی و بالاترین یادگیری رو داشته باشید. اونجایی که حواستون به زمان نیست، منتظر نیستید که زمان بگذره تموم بشه، وای خسته شدم، چرا ساعت نمیگذره، چرا انقدر طولانیه، یا اینکه تلفن زنگ بزنه و شما با خوشحالی بلند شید از اون سر اون کار برید تلفن رو جواب بدید. اینجا بدونید که یادگیریتون خیلی میزان کمیه یا گاهن اصلا به صفر میرسه، اصلا اون بازدهی لازم رو نداره. پس بگردیم یه تفریحی رو پیدا بکنیم که داخلش بتونیم یادگیریمون رو هم اضافه بکنیم، یادگیریمون همزمان با تفریح باشه تا به بالاترین درجه یادگیری برسیم. خب نیاز بعدی چیه؟ نیاز به آزادی. نیاز به آزادی یعنی چی؟ نیاز به آزادی یعنی داشتن استقلال، یعنی قدرت انتخاب، یعنی خلاقیت، یعنی آزادی در انجام کار. دیدین یه وقتایی دوست ندارید دیگران بهتون بگن چی کار بکنید چی کار نکنید؟ دیدین دوست ندارید که برنامه هاتون رو دیگران براتون تعیین بکنن، مثلا چه ساعتی چه کاری رو انجام بدید؟ اصلا دوست ندارید دیگران تو برنامه هاتون دخالت بکنن، دوست دارید قدرت انتخاب دست خودتون باشه. وقتی که میبینید که توی برنامه ریزی هاتون با دیگران به مشکل برمیخورید، فاصله میگیرید ازشون، اصلا دوست دارید برید تو اتاق در رو ببندید که زیاد تنش و برخورد با کسی نداشته باشید. چرا؟ چون دلتون میخواد خودتون برای خودتون برنامه ریزی بکنید. این دقیقا برمیگرده به همین نیاز، یعنی اینکه شما نیاز به آزادی خیلی بالایی دارید، یعنی که شما دوست دارید خودتون برای خودتون برنامه ریزی بکنید، خودتون تعیین بکنید که چه کاری رو تو چه ساعتی و چه با چه کیفیتی انجام بدید. این نکته خیلی خوبیه، اینکه شما خودتون برنامه ریزی بکنید، قدرت انتخاب داشته باشید، اما به شرطی که بلد باشید چجوری ازش استفاده بکنید و چه رفتاری رو انتخاب بکنید که اون شرط مؤثر بودنه رو داشته باشه، یعنی که شما رو به خواسته هاتون برسونه، نیاز هاتون رو تأمین بکنه. اینو باید یاد بگیرید اگر میخواید که توی برنامه ریزی هاتون، توی کارهایی که دارید انجام میدید، کمترین تنش رو با دیگران داشته باشید و خودتون مستقلانه تصمیم بگیرید که چه کارهایی رو انجام بدید. باید اون مهارته رو یاد بگیرید که چطوری و چه رفتاری رو انتخاب بکنید که به برنامه هاتون برسید و در پایان اون حس خوبه رو تجربه بکنید. این نیاز هم یه نکته داره. نکتهش چیه؟ اینجا رو نگاه کنید. قدرت انتخاب و خلاقیت. اونجایی خلاقیت شما بالا میره که قدرت انتخاب داشته باشید. حالا میتونید از این قدرت انتخابتون استفاده بکنید برای اینکه خلاقیتتون رو ببرید بالا. رفتارهایی که ما انجام میدیم از مغز ما صادر میشه، یعنی مغز ما در هر لحظه به ما یه سری رفتارها رو پیشنهاد میده. حالا اینکه چه چیزی رو انتخاب بکنیم، اون که با خودمونه، یعنی همون قدرت انتخابه، یعنی که چه چیزی رو در همون لحظه من انتخابش بکنم. مغز من بی شمار در هر لحظه داره به من پیشنهاد میده، پیشنهاد رفتارهای خیلی متفاوت و خب بعضن غیر مؤثرم هستن، ولی این دست منه که کدوماش رو انتخاب بکنم. قدرت انتخابش با خودمه. حالا اگر میخوام از این قدرت انتخابم خوب استفاده بکنم، یه کاری بکنم خلاقیتم رو هم تقویت بکنم. چجوری؟ یعنی اون رفتارهایی که همیشه انجام میدادم رو هی تکرار نکنم، به جای اینکه مدام برم سراغ کارهایی که قبلا میکردم که گاهن سریاشون غیر مؤثرم بوده. مثلا چی؟ مثلا وقتی عصبانی میشدم اون رفتاری که بیشتر تکرار میکردم چیه؟ اگر همیشه عادت داشتم داد بزنم، اگر همیشه عادت داشتم در رو بکوبونم به هم، فرار بکنم، اصلا دور بشم از اونجا، اون رفتاره رو حالا یه بار بیام اون رو تکرارش نکنم.
حالا بیام یه رفتار جدید رو امتحان بکنم. به جای داد زدن یه کار دیگه انجام بدم. نمیخواد یه کار خوب بکنم، نمیخواد اون کار بدرم دوباره تکرار بکنم. بیام یه چند دقیقه سکوت کنم. سکوت بکنم، همین سکوته باعث میشه مغز ما یه رفتار جدید از خودش صادر بکنه. درست نره دوباره سراغ همون رفتاری که قبلا تکرار میکردیم. اونا همون رفتارهای عادتی ما هن که میگم تأکید میکنم باز هم گاهن بعضیاشون غیر مؤثر بودن. به خاطر اینکه غیر مؤثر بودن حالمون بد میشده. به خاطر اینکه غیر مؤثر بودن روابطمون به هم میخورده. حالا بیام از خلاقیتم استفاده بکنم. به جای تکرار اون رفتارهای عادتی گذشته بیام یه سری رفتارهای جدید رو انتخاب بکنم. بیام یه سری کارهای جدید بکنم. اون روزایی که بی‌حوصله میشم، اون روزایی که حوصله ندارم، تو مود هیچ کاری نیستم، همیشه میرم سراغ اون کارهایی که قبلا میکردم. خب میرم سراغ نقاشی، میگم وای اصلا حوصله‌اش رو ندارم. میرم سراغ مثلا بازی با کامپیوتر، میگم وای نه اصلا حوصله‌اش رو ندارم. خب اینا رفتارهایی که قبلا امتحانشون میکردم، انتخابشون میکردم و انجامشون میدادم. حالا به جایی که مدام برم سراغ اونا، امروز بیام یه کار جدیدتر انجام بدم. این میشه خلاقیت. این خلاقیت منو تقویت میکنه. بیام امروز یه کار جدید بکنم. بیام یه لیست بنویسم. ببینم امروز با توجه به شرایطی که دارم، با توجه به حال و روزی که دارم، چه کاری میتونم انجام بدم؟ چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ اگر لیست بنویسم، اون قدرت انتخابم رو هم تقویت کردم. اگر لیست بنویسم و از بین اون لیستم بیام انتخاب بکنم، اون استقلال عملم رو هم تقویت کردم. پس ببینید اینا همش به همدیگه ربط داره و کمک میکنه که این نیازتون رو خیلی درست و مسئولانه و مؤثر تأمینش بکنیم. چی کار بکنیم؟ به تک تک اینا دقت بکنیم. اولا لیست داشته باشیم. به جای تکرار رفتارهای عادتی بیایم یه سری رفتارهای جدید رو امتحان بکنیم که خلاقیتمون بره بالا. حالا لیستمون رو که بر اساس خلاقیتمون نوشتیم، حالا بیایم از بین اونها انتخاب بکنیم. این انتخابه اون قدرت عمل ما، قدرت انتخاب ما و اون استقلال عمل ما رو تقویت میکنه و تأمینش میکنه. با این کار میتونیم این نیاز ما رو درست و مسئولانه و مؤثر تأمینش بکنیم. نیاز بعدی نیاز به بقاه. بقا یعنی چی؟ بقا یعنی باقی ماندن، یعنی سالم ماندن، یعنی زنده ماندن. چی کار بکنیم که زنده بمونیم، که باقی بمونیم، که کمک بکنه به سلامتی ما؟ چه چیزایی زیر شاخه های نیاز به بقا؟ سلامتی، استراحت و آرامش، غذا، گرما و امنیت. یعنی دقیقاً همون کارهایی که ما در طول روز انجام میدیم برای اینکه بدنمون انرژی داشته باشه، برای اینکه تشنگیمون رو رفع بکنیم، برای اینکه وقتی خوابمون میاد استراحت بکنیم، برای اینکه امنیت داشته باشیم. هر کسی بر اساس نیاز خودش یه درصد کمی مثلا به خواب احتیاج داره. بعضیا نه، خواب بیشتری رو نیاز دارن. اینا همش طبیعیه. مثلا بعضیا دوست دارن شب بیدار بمونن و درس بخونن. خیلی هم راحتن، اوکی ان با این موضوع. اما بعضیا دوست دارن شب زودتر بخوابن، صبح زودتر بیدارشن و درس بخونن. ساعت 4 صبح بیدار شه و درس بخونه. بعد این دوتا وقتی که با هم دیگه صحبت میکنن، اون میگه وای تو چی جوری شبا بیدار میمونی؟ مگه میتونی؟ اصلا کشش نداره آدم، نمیتونی یاد بگیری؟ یادگیریت میاد پایین؟ بعد اون میگه نه اصلا اینطوری نیست، من خیلی خوب یاد میگیرم. بعد اون میگه که تو چطوری صبح میتونی زود بیدار شی و درس بخونی؟ مگه میشه آدم ساعت 4 و 5 صبح بیدار شه درس بخونه؟ اصلا کسله، یادگیریش خیلی میاد پایین. اونم میگه نه من اصلا خیلی اوکی ام باهاش، اصلا مشکلی ندارم که میتونم راحت یاد بگیرم. اینا همون تفاوت‌های فردی ماست. اینا همون تفاوت در نیازهای ماست. هر کدوم ما به یه درصدی از این نیاز احتیاج داریم. یکی خواب زیاد میخواد، یکی غذای بیشتری نیاز داره، یکی زیاد آب مصرف میکنه چون بدنش اینطوری میطلبه. بعضیا روی امنیتشون خیلی حساسن، روی اینکه در آینده چی کار بکنن که امنیت مالی داشته باشن.
چیکار بکنن که بتونن برای خودشون یه زندگی آرام تأمین بکنن. بعضیا روی مسائل اقتصادیشون خیلی حساسن، خیلی حواسشون جمعه که پولاشون رو یه طوری خرج بکنن که یه روزی به بیپولی نخورن، یه روزی نکنه برسه که من پول نداشته باشم، امنیت مالی نداشته باشم، بعد اون موقع میخوام چیکار بکنم. و برعکسش یه نفر دیگه ای هستش که اصلا براش مهم نیست، اصلا به فرداش فکر نمیکنه، میگه همین امروز همین چیزی که دارم و میخوام مصرف بکنم و کیفشو بکنم، میخوام لذتشو ببرم و نمیخوام جمع بکنم. اصلا نگران آیندهش نیست، نگران این که بعدن چی میشه نیست، میگه فعلا که دارم و فعلا که استفادهش رو میکنم، همین برام کافیه. یا بعضیا رو دیدین میرن توی شهر بازی، بازی های خطرناک و پرهیجان و سوار میشن، اینا بقای خیلی پایینی دارن، زیاد نگران سلامتیشون نیستن، زیاد نگران زنده موندنشون نیستن، دوست داره هیجانش رو تجربه بکنه. این کاملا طبیعیه، یه نفر خیلی نگران سلامتیشه، یه نفر براش خیلی مهمه که زیاد خطر نکنه که به سلامتیش آسیبی نرسه، اما یه نفر دیگه نه، زیاد براش مهم نیست و دوست داره که ریسک بکنه، دوست داره که خطرها رو تجربه بکنه، دوست داره که هیجانات زیادی رو تجربه بکنه. با 5 تا نیاز اساسیمون آشنا شدیم. الان دیگه میدونیم ما به چه چیزهایی احتیاج داریم. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، اما تا حدودی متوجه شدیم که وقتی حالمون خوب نیست، یکی از دلایلش ممکنه مثلا نیاز به بقام در خطره. مثلا من الان احتیاج به خواب بیشتری داشتم، یا نیاز به عشقم به خطر افتاده، من با یکی از افراد نزدیک خانواده‌ام، با یکی از افراد دوست داشتنی زندگیم به مشکل برخوردم و بلد نیستم، نمیدونستم که باید چی کار بکنم، این حال منو بد کرده و هیچ رفتار درستی نتونستم از خودم بروز بدم. یا اونجایی که با دیگران دچار تنش میشیم، اختلاف نظر پیدا میکنیم، نمیدونستیم دلیلش چیه، دلیلش این بوده که من شاید دلم میخواسته که قدرت انتخاب داشته باشم، استقلال عمل داشته باشم تا بتونم برنامه خودم برای خودم برنامه ریزی بکنم، خودم به کارهام برسم، تا هم نیازهای دیگه‌ام به خطر نیفته، هم کارامو به موقع و بتونم درست انجامشون بدم. اما وقتی که بلد نیستم این نیازم رو چجوری تامین بکنم، برنامه‌هام عقب میفته و دیگران به من گوش زد میکنن که کارات داره عقب میفته، برنامه زیاد درست نیست، شاید داری وقتتو تلف میکنی. الان با شناختی که تا حدودی از نیازهامون پیدا کردیم، دیگه میدونیم باید چه کار بکنیم. حالا توی این دوره قراره یاد بگیریم که ما چه رفتارهایی انجام بدیم تا بتونیم بهترین شکل و مؤثر و مسئولانه نیازهامون رو تأمین بکنیم. تا اینجا فهمیدیم که دلیل حال بدمون اینه که نیازمون رو نمیتونیم درست تأمین بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون لحظه که حالمون بده، یعنی یکی از نیازهای ما در خطره. اون حال بده یعنی چی؟ یعنی احساسات ما، یعنی من در لحظه یه حس بدی رو دارم تجربه میکنم، اون حس خوبه نیست. حالا یا شایدم نیازم رو دارم خوب تأمینش میکنم، یه حس خوبی رو دارم تجربه میکنم. پس اون احساسات ما نشانه اینه که نیازهای ما خوب داره تأمین میشه یا نه، یه جایش مشکل داره و مؤثر نبوده. ویلیام گلاسر، بنیانگذار تئوری انتخاب، میگه که نیازها علت احساسات هستن، یعنی احساسات ما هستش که نشون میده که نیاز ما داره درست تامین میشه یا نه، یه مشکلی داره و نتونستیم درست تامینش بکنیم. میگه احساسات نشانه برآورده شدن یا نشدن نیاز هاست، یعنی شما از احساساتتون میتونید بفهمید که اون لحظه نیازتون تامین شده یا نه، نیازتون به خطر افتاده. گلاسر میگه آنچه نمی آموزیم انگیزه زیربنایی رفتارهایی است که از ما سر میزند. یعنی اینکه تنها چیزی که ما یاد نگرفتیم اینه که انگیزه رفتارهامون چیه، این رفتارهایی که داریم انجام میدیم با چه انگیزه ایه، رفتارها حالا چه رفتارهایی درست باشه چه نادرست، انگیزه شون چیه، ما اینو هنوز یاد نگرفتیم. یه جمله معروف هست که میگه در طبیعت هیچ پاداش و تنبیهی وجود نداره، هر چیزی که هست پیامد رفتارهای ماست.
یعنی اینکه ما به رفتاری رو از خودمون بروز میدیم و محیط به ما واکنش نشون میده. اگر واکنش محیط خوب نیست، دلیلش اینه که رفتار ما رفتار خوبی نبوده، رفتار ما رفتار مؤثر و مسئولانه ای نبوده. خب حالا چطوری میتونیم از این نیازهامون برای شاد بودن استفاده بکنیم؟ برای اینکه به اون شادی اصیله برسیم. اصلا قراره که به اون شادی اصیله برسیم، از چه راهی قراره که برسیم؟ اصلا از چه راهی میتونیم برسیم؟ هیچ راهی نداره جز اینکه نیازهامون رو درست و مسئولانه و مؤثر تامینش بکنیم. هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی که پیامدش رو بپذیریم، مسئولیتش رو کامل بپذیریم و رفتاری که داریم از خودمون نشون میدیم مؤثر باشه، یعنی اون نیاز ما رو تأمین بکنه. فقط اونجاست که ما میتونیم اون حس شاد بودن رو تجربه بکنیم. نیازمون کاملا تأمین شده. برای شاد بودن چیکار باید بکنیم؟ برای شاد بودن باید حواسمون به 5 تا نیازمون باشه. یعنی من اگر دارم برنامه ریزی میکنم، اگر میخوام یه کاری رو انجام بدم، باید حواسم باشه که توی این کار من هر 5 تا نیازم رو در نظر بگیرم. چه زمانی انجام بدم که حالم خوب باشه؟ چه زمانی انجام بدم که خوابم نیاد، گرسنم نباشه، تشنم نباشه، تموم افکار مزاحم از من دور باشه؟ چی کار بکنم که آزادیم رو تامین بکنم، یعنی خودم قدرت انتخاب داشته باشم؟ یعنی چی کار بکنم که تفریح هم تامین بشه؟ چون میدونم که یادگیری من در هنگام تفریح به بالاترین درجه خودش میرسه. چی کار بکنم که قدرت هم تامین بشه؟ یعنی اون حس با ارزش بودنه رو تجربه بکنم، اون حس مهم بودنه، اون حس موفقیت و پیروزیه رو تجربهش بکنم. و مهمتر از همه این که بتونم رابطم رو حفظ بکنم. اگر دارم یه کاری رو انجام میدم، این کار من باعث نمیشه که روابطم به هم بریزه، باعث نمیشه که به رابطم با افراد نزدیک و دوست داشتنی زندگیم آسیب وارد بشه. چی کار بکنیم که شاد بودن رو تجربه بکنیم؟ همه ما دوست داریم شاد باشیم و درباره خودمون احساس خیلی خوبی داشته باشیم. حالا چطوری میتونیم به این حس خوبه برسیم؟ جایی که حواسمون به بقامون باشه. یعنی چی؟ یعنی سلامتیمون رو حفظ بکنیم، کمک بکنیم که سلامتیمون حفظ بشه، کمک بکنیم که اون چیزایی که نیاز داریم مثل خواب و استراحت و امنیت و همه اینا حفظ بشه. ارتباطات خوبی برقرار بکنیم، اون کاری که دارم انجام میدم، اون حس خوبی که قرار دریافت بکنم در ارتباطات خوب منه که اتفاق میفته. اگر ارتباطای خوبی نداشته باشم، اون حس خوبه رو هم تجربه نمی کنم. کارهای ارزشمندی انجام بدم تا اون حس قدرتم تامین بشه، اون نیاز به قدرتم رو تامین بکنم، اون حس ارزشمند بودنه، اون حس مهم بودنه رو تجربه بکنم و آزادی داشته باشم، قدرت انتخاب داشته باشم. این کارهای من خودم انتخابشون کردم، خودم دارم انتخاب میکنم که این کار رو انجام بدم یا نه، دیگران به من گفتن که این کار رو باید انجام بدی، چطوری و چه ساعتی و با چه کیفیتی این کار رو انجام بدی یا نه، خودم دارم انتخابش میکنم. و چجوری تفریحم رو تأمین بکنم که در قالب تفریح یادگیریم رو هم ببرم بالا. اگر همه این 5 تا رو بتونم در نظر بگیرم تو کاری که دارم انجام میدم، اون حس شاد بودنه و اون احساس خوبی که در مورد خودم رو باید به دست بیارم و قطعا تجربه میکنم. حالا که نیازها رو فهمیدیم، حالا که میدونیم دلیل شاد بودن یا ناشاد بودنمون چیه و برای اینکه اون حس شاد بودن رو تجربه بکنیم چه کارهایی باید انجام بدیم، بیایم حالا یه تمرین با هم دیگه داشته باشیم تا بهتر یادگیریه انجام بشه. در مورد نیاز به عشق و تعلق، میتونید چند مورد رو مثال بزنید؟ از آدمهایی که دوستشون دارید، گروههایی که دوست دارید توی اونها حضور داشته باشید و فعالیت بکنید، چیزهایی که بهشون عشق میورزید، آدمهایی که دوست دارید و دوست دارید که کنارتون باشن و اونها هم دوستتون داشته باشن. میتونید چند موردش رو اینجا مثال بزنید، برای خودتون بنویسید توی دفترتون. و بعدیش در مورد نیاز به بقا، شما به چه چیزهایی احتیاج دارید برای اینکه سالم و سلامت بمونید؟ برای سلامتیتون چه کارهایی میکنید؟ شما آدم ریسک پذیری هستید؟ تلاش میکنید که سلامت بمونید؟ به ورزشتون اهمیت میدید؟ چی کار میکنید که سلامتیتون حفظ بشه؟
خطر میکنید، آدمی هستید که خیلی دنبال هیجانات بالایی هستید. کارهایی رو که انجام میدید برای نیاز به بقاتون اینجا بنویسید برای خودتون. و نیاز بعدی نیاز به آزادی. الان چه انتخاب هایی دارید؟ الان دوست دارید چه کارهایی انجام